بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه مردم عزیز کشورمون عرض سلام دارم. به مخاطبین خبرگزاری ایسنا هم عرض سلام دارم. آرزو مندم که ضمن اینکه کلام بنده رو میشنوند و احیانا تصویر من رو میبینند سالم، سلامت، پرتوان و پرنشاط باشند. چی شد که دیگه سال 80 دیگه ادامه ندادیم کارتون تو سازمان تحریر دادن انسان؟ چه اتفاقی افتاد؟ آقای خاتمی انتخاب شده بود. من هم یادم شد کاندید رئیس جمهور شده بودم دیگه. بعضی حالا فکر میکنن که مثلا آقای خاتمی به خاطر این مثلا برای من حکم زده. من به ایشون گفتم آقای خاتمی شما رئیس جمهور جدید هستید، باید حکم جدید به من بدین اگه من میخواییم باشم. ایشون گفت نه باش، من حکم جدید ندارم. به آقای آقازاده و خانم ابتکار و اینا حکم جدید ندارم. گفتم اینا اشتباه کردن، شما برای من یه حکم دادید که 4 سال عمر داشتی، شما رفتین حالی که اومدین دوباره باید به من حکم بدین. گفت من حالا یه فکری میکنم این حرف ها و اینا. من خبر داشتم که مثلا بعضی از عناصر تو دفتر ایشون با هم مخالفن. حالا به هر دلیلی، برای اینکه ما کارگزاری کسی نبودیم، اگر کسی هم میخواست مخالف ما باشیم باشیم، این بود که برای من حکم نزدن. و یه روز آقای علی خاتمی داداشه، آقای خاتمی اومد پیش من و گفتش که شما استعفا بده. گفتم من چه استعفایی بدم؟ مثلا کاره ای نیستم که استعفا بدم. ایشون یه حکم به من بده بعد من استعفا بدم. من کاره ای نیستم، مثلا چی کاره هستم که استعفا بدم؟ هر کیو میخوان بذاره. که بعد منجر به این شد که آقای مهرعلی زاده رو گذاشت. چند وقت از دور دومشون گذشت شما تو سازمان بودین؟ یعنی فاصله دوم بود مثل این که بعد تاثیر نداشون حضور شما توی انتخابات؟ یعنی اگه شما فکر میکنین اگه شرکت نمیکردین تو انتخابات ادامه پیدا میکرد کار؟ اصلا ربطی نداره بی. اصلا من میگم از ساحت آقای خاتمی این به دوره واقعا و مطمئن هستم که هیچ تأثیر نداره. شما تو اون 8 سالی که رئیس سازمان تربیت بدنی بودین، حالا در مورد مسابقات ما با کشورهای مختلف حساسیتی وجود داشت؟ به شما مسائل خاصی از بالا عنوان میشد که ما مثلا تو مسابقاتمون با کدوم کشور مسابقه بدیم، با کدوم کشور مسابقه ندیم، تعاملاتمون چه شکلی باشه؟ نه خب ما میدونستیم که مثلا مسائل سیاسی مملکت چجوری، هیچ کی به ما چیزی دیکته نمی کرد. ما جریان سیاسی ما می کرد می فهمیم دیگه، بر اون اساس ما کار خودمون انجام می دهد. معلوم بود که مثلا باید اوائل که خب مثلا با آمریکا و اینا مشکل داشتیم، بعد رفت شد. مشکل اسرائیل هم بود که به جوری ما مسائل رو حل می کردیم. یعنی اینکه هوشیار بودیم که چی کار بکنیم. مثلا حالا بعضا مثلا بچه ها نسخه دکتر می بردن، دلایلی می بردن، می شد که ما به اون معنا نمی خواستیم خیلی رو کنیم مسئله رو، ولی خب همه می دونستن. بعد از طرف نهادهای بین المللی ما تحت فشار قرار می گرفتیم مثلا بخوان ایرادی وارد کنن بهمون؟ نه، فقط در مورد آقای در مسابقات المپیک آتن بود که آقای میر اسماعیلی اونجا اول قرعه کشی میکردن بعد وزن کشی میکردن. تو کشتی برعکسه، اول وزن کشی میکنن بعد قرعه کشی میکنن. آقای میر اسماعیلی خیلی هم وزن کم کرده بود، خیلی هم آماده بود، قرعهش خورد به اسرائیل. خب ایشون که نمیتونست با اسرائیل چیز کنه، در نتیجه دیگه کنترل وزنشو برداشت. فرداش مثلا رفت 4-5 کیلو اضافه وزن داشت، حذف شد. بعد مطبوعات اونجا و صهیونیستا و اینا شروع کردن جعبه‌سازی کردن که ایران مثلا عمدن این کاری کرده، ایران نژادپرستی، از این حرف رو زدن اینا و تقاضا کردن که کاروان ایران اخراج بشه از المپیک. آقای روگ رئیس کمیته المپیک، رئیس کمیته بین المللی من صدا کرد، گفت شما آی او سی ممبر هستین، این گزارش ها اومده، من میخوام شما قضاوت کنید به عنوان یه آی او سی ممبر. معلوم بود که میخواست چیکار کنه دیگه.
شما نظر تو بده، ما نظر شما رو اعمال میکنیم. منم یه گزارشی تهیه کردم دادم و چی گفتین؟ دلایل خودم رو آوردم که مثلا ایشون به این دلیل اینجوری 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 بوده و اینا. انکارم نکردم، روند کار آقای میراسماعیلی رو نوشتم و آقا اونا میگفتن آقا آدم یه روزه چند کیلو مگه اضافه وزن خواب پیدا کنه. حالا من گفتم مثلا از نظر فیزیولوژی گفتم بدن ایشون آب داره و ایشون مثلا به اصطلاح یه دفعه وزنشون نتونسته کم کنه، از این حرفا زدم دیگه، اونجا مشورت کردم و نوشتم. ایشون هم میدونست داستان چی بالاخره، ولی نوشت که نظر آقای مثلا هاشمی آیوسیمن بر اعمال بشود، اون خطر از من گذشت. الان یه خورده این بحث ورود تماشاگران به ورزشگاه تو ایران به عنوان چالش جدی مطرح شده، به ویژه به خاطر حضور حالا بانوان تو استادیوم ها. شما فکر می‌کنین گره این ماجرا کجاست؟ چجوری میشه به هر حال یه روزی حل شه این مسئله و ما بتونیم مثل بقیه کشورها شاهد حضور تماشاگرمون تو استادیوم ها باشیم؟ من به نظرم آدمایی در این مورد اظهار نظر می‌کنن که یک بار در استادیوم نیومدن. مثلا فلان عالم دینی میگه نه این عالم دینی یه دفعه بیاد تو استادیوم، مگه قبل از انقلاب نبوده؟ قبل از انقلاب اصلا قاطی میمدن اون موقع، اصلا اینجوری نیست که مثلا اون موقع خدای نکرده اتفاقی میفته، اصلا چیزی نبود. چون من در استادیوم ها بودم همیشه، بی حجابم بودن بله، ولی اصلا اتفاق نمیفته که مثلا خدای نکرده مسئله ای باشه. حالا هم که دیگه خانوما رو دارن جدا میکنن، یه موقعی گفتن آقا من خلاف شرعه، خب حالا چطوری این دفعه خلاف شرع نبود؟ عقاید شخصی بعضی از آدم هاست و بعضی که اصلا پا نذاشتن تو استادیوم ببینن استادیوم چیه اصلا، از این خانوما میرن چی کار میکنن کجا هستن. البته بعضی از خانوما مثلا ناهنجاری هایی دارن مثل تو خیابون دیگه، مگه تو بهشت زهرا شما بریم بهشت زهرا شب و جمعه این ببینید آیا با خیابون ولی عصر با خیابون نمیدونم فلانجا فرقی میکنه؟ همون مردم که میرن اونجا میان اونجا دیگه، همون هم که میان استادیوم. اصلا به نظر من یه نوع توهمه این قضیه. بعد چی شد که دیگه کلن 84 بعد دیگه اصلا کلن از ورزش جدا شدیم دیگه؟ خب اون موقعی دیگه سازمان تربیت بدنی که نبودم، تو انتخابات حالا به هر دلیلی من رأی نبردم دیگه، دیگه نمیتونستیم توی کمیته حضور پیدا کنیم. چرا من در دوره های بعد داوطلب شدم حضور پیدا بکنم، ولی اعمال نظری شد که نخواستم اون باشیم دیگه. به انتخابات نکشید یا تو انتخابات؟ ببینید من مثلا ببینید در دوره قبل، دوره قبل یعنی که دوره ای که آقای صالحی امیری شدن، من باید عضو مجمع می شدم تا کاندید بشم. عضو مجمع نبودم، هیئت اجرایی 4 نفر رو می تونه عضو هیئت اجرایی کنه، از کسانی که به بازی های المپیک وقوف داشته باشن. خب من در حالی که من آقای افشارزاده، آقای اسدالله سجادی مثلا، آقای ده خدا، آدمایی بودیم که نسبت بازی المپیک ورود داشتیم. اینا اومدن آقای صالح امیری رو به عنوان خبره بازی المپیک انتخاب کردن. چیکار کنم من؟ کار خلاف کردن. به خود آقای امیری هم من گفتم این رو بارها که آقا شما از یه طریق دیگه میخواستیم بیاین. اینا چون میخواستن من نباشم، حالا دستور داشتن از هر جوری، نمیدونم، از آقای روحانی دستور داشتن، از هر چون میخواست دستور داشته باشن، آقای اصطلاح رئیس ورزش، آقای سلطانی پر، نمیدونم، منی که به اصطلاح خبره این کار بودم و انتخاب نکردن، آقای صالح امیری رو انتخاب کردن. پس من نتونستم رو هم تو مجمع، پس من نتونستم کانید بشن. اضافت کردیم دوره قبلش که خیلی بدتر شد، زمان آقای احمدی نژاد و اینا بود دیگه، باز اونا هم نذاشتن من وارد مجمع بشم به هر دلیلی. چه سالی یعنی؟ برای 86 میشه. من میخواستم وارد بشم نشد دیگه، نشد دیگه.